به نام خدا و عرض سلام بینندگان محترم، توجه کنید به مجموع خبرین ساعت از نور. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. افزایش حمایت ها از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله. امروز همایش های مردمی در ولایت های کابل، ننگرهار و تخار به حمایت از این تیم برگزار شد. کشته شدن بیش از 100 مخالف مسلح دولت در یک هفته. وزارت داخله می گوید این مخالفان در جریان چندین رشته عملیاتی که برای تامین امنیت انتخابات راه اندازی شده بود کشته شدند. و پیش شرط فلسطین برای ادامه گفتگوهای صلح با رژیم اسرائیل. امروز شنبه 13 هوت سال 1392 خورشیدی و 4 مارچ 2014 میلادی است. مشروع خبرها. شماری از متنفذین قومی و جوانان امروز در کابل حمایت خود را از تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. آنان تیم اصلاحات و همگرایی را تیم کارا می خوانند و به این باورند که برنامه های این تیم می تواند باعث پیشرفت های خوبی برای کشور شود. این متنفذان قومی و جوانان همچنان می گویند که تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی یک تیم متحد و پاسخگوست. در ادامه حمایت های مردمی از تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله، این بار صداتن از متنفذان قومی و جوانان حمایت خود را از این تیم اعلام کردند. دکتر عبدالله عبدالله رهبر تیم اصلاحات و همگرایی ضمن قدردانی از این کاری آنان میگوید که باید شهروندان کشور بر علاوه دقت در انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور، باید در انتخابات اعضای شورای ولایتی نیز دقت کنند. در عین زمان معلوم است که از کاندید ریاست جمهوری هم و تیم اصلاحات و همگرایی حمایتتان قبلا اعلام کردید و باز تاکید میکنید، انشاءالله که انتخابتان در مورد شورای ولایتی یک انتخاب بجاست و همبری جوانش که از بین شما برخواسته و نمایندگی از شما میکنه آرزوی موفقیت دارم. در همین حال کسانی که از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی حمایت خود را اعلام کردند میگویند که در صورت پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی حکومت مردمی متعید و پاسخگو روی کار خواهد آمد. باور ما این است که یگانه تیمی که می تواند افغانستان را از این وضعیت پیچیده و همچنان آشفتگی سیاسی بیرون کند تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر صاحب عبدالله عبدالله است. با حمایت از تیم اصلاحات و همگرایی ما اکنون کار میکنیم و وعده میدیم که اصلاحات و همگرایی وضعیت کنونی را تغییر خواهد داد. اصلاحات و همگرایی متعهد است که حکومت مردمی باشد. اصلاحات و همگرایی متعهد است که پاسخ‌دهی باشد. این در حالی است که امروزه مردم در نقاط مختلف کشور از برنامه‌های انتخاباتی تیم اصلاحات و همگرایی استقبال و اعلام حمایت می‌کنند. در همین حال هزاران تن از باشندگان ولسوالی‌های ورسج و بهارک ولایت تخار در گرد همایی‌های جداگانه مردمی حمایت خود را از تیم اصلاحات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله اعلام کردند. آنان رهبر تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی را زعیم خوب برای آینده افغانستان می‌دانند و می‌گویند که دکتر عبدالله عبدالله از جمله 11 نامزاد از بیشترین پشتیبانی در میان مردم برخوردار است. باشندگان ولسوالی ورسج ولایت تخار در یک گردهمایی بزرگ مردمی حمایتشان را از تیم اصلاحات و همگرایی اعلام کردند. با گفته باشندگان این ولسوالی، رهبر تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی شخص مومن، مجاهد و متحد به وطن است که می تواند برای آینده کشور کارهای مهمی را انجام دهد. ما آگاهانه رفتار میکنیم و آنانی را که میخواهند با اعمال زشتشان تیم دکتر عبدالله عبدالله را تهدید بسازند به انواع مختلف اجازه اش نمیدی. وظیفه ملی مهمانی ما شما است که از کاندیداتوری جناب دکتر زبی عبدالله عبدالله با معاونت اولی انجینر محمد خان و الحاج حاجی محمد محقق معاون حمایت بکنیم. در همین حال صدها تن از باشندگان ولسوالی بهارک تخار نیز طی یک همایش مردمی حمایتشان را از تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. آنان رهبری تیم اصلاحات و همگرایی را مناسب ترین شخص در رأس حکومت افغانستان می دانند.
این در حال است که باشندگان ولایت تخار تا کنون چندین بار است که از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی به رهبری دکتر عبدالله عبدالله حمایت می کنند. انتظار می رود که طی روزهای آینده نیز باشندگان شماره دیگری از ولسوالی های این ولایت حمایتشان را از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی اعلام کنند. صدها تن از سران قومی، فرماندهان پیشین جهادی و باشندگان ولسوالی کامه ولایت ننگرهار نیز حمایت خود را از تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرایی بر رهبری دکتر عبدالله عبدالله اعلام کردند. آنان دلیل حمایت خود از این تیم انتخاباتی را داشتن برنامه های سازنده می دانند که تیم اصلاحات و همگرایی برای آینده کشور در نظر گرفته است. با این حال سران قومی و فرماندهان پیشین جهادی در ولسوالی کامه ننگرهار می گویند که با پیروزی تیم اصلاحات و همگرایی بسیاری از آرمان‌های مجاهدین پیشین برآورده خواهد شد. وزارت امور داخله از کشته شدن بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت می‌گویند که این افراد در جریان چندین رشته عملیاتی کشته شدند که برای تأمین امنیت انتخابات طی هفته گذشته راه اندازی شده بود. در همین حال وزارت داخله می‌گوید که پلیس آمادگی دارد تا امنیت پیکارهای انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی را نیز تأمین کند. 13 اُحد برابر است با نخستین روزی آغاز پیکارهای انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی. این نامزدان با پیکارهای انتخاباتی برای ارائه برنامه خود به مردم وارد کارزارهای انتخاباتی شدند. هرچند نبود امنیت در برخی از مناطق از چالش‌های جدی فرارای مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی گفته می شود، اما وزارت داخله کشور اطمینان می دهد که پلیس برای تامین امنیت نامزدان شوراهای ولایتی برنامه ویژه دارد. وزارت داخله همچنان از نامزدان شوراهای ولایتی می‌خواهد که زمانی که برای پیکارهای انتخاباتی سفر می‌کنند باید با پلیس هماهنگی کنند. کاندیدانی که مصروف کمپین‌هایشان هستند پلیس در خدمتشان خواهد بود و در هر جایی که ناخواسته باشند در تامین امنیتشان پلیس نقش خود ایفا خواهد کرد. امیدوار هستیم که کاندیدای محترم هم برنامه‌های انتخاباتی خود، کمپین‌های انتخاباتی خود با پلیس از نزدیک شریک بسازه و هیچ حرکتی که و یا بی‌توجهی که باعث ایجاد مشکل شود نکنن و از او حرکت ها و از عدم هماهنگی با پلیس خودداری بکنن. در همین حال وزارت داخله بار دیگر اطمینان می‌دهد که پلیس در روند انتخابات بی‌طرف خواهد بود. سخنگوی وزارت داخله کشور میگوید که با گذشت 5 هفته از مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری تا هنوز هیچ شکایتی مبنی بر مداخله پلیس در روند انتخابات به این وزارت نرسیده است. با وعده ای که قماندانای امنیت در سمینار پلیس افغانستان در کابل کرده بودند که اول بی‌طرف میباشند و دوم در تامین امنیت بسیار زیاد تلاش خواهند کرد، وزیر امور داخله از کارکرد پلیس راضی بود. همچنان تا به حال هیچ شکایت ما دریافت نکردیم از طرف ستادهای انتخاباتی کاندیدای محترم ریاست جمهوری که پلیس متهم کرده باشه در طرف بودن یا کار کردن علیه یا به نفع کدام کاندیدی. در همین حال وزارت امور داخله از کشته شدن بیش از 100 تن از مخالفان مسلح دولت خبر می‌دهد. سخنگوی این وزارت می‌گوید که این افراد در جریان چندین رشته عملیاتی کشته شدند که برای تأمین امنیت انتخاباتی طی هفته گذشته را اندازی شده بود. با گفته سخنگوی این وزارت در جریان یک هفته گذشته 1300 میل سلاح نیز از نزد افراد مسلح غیر مسئول جمع آوری شده است. نیروهای پلیس در جریان هفته که گذشت 63 عملیات مشترک با سایر نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت‌های مختلف کشور را اندازی کرده که در نتیجه این عملیات‌ها 67 نفر از تروریست‌ها از نقاط مختلف کشور بازداشت شده، 123 نفر از مخالفین به هلاکت رسیده، 411 حلقه ماین از ولایت مختلف کشور کشف و خونسار شده و مقدار 795 کیلوگرم مواد انفجاری مختلف نو توسط پلیس کشف و خونسار شده. به این ترتیب در یک هفته گذشت بیش از 1300 میل اسلحه که نزد افراد مسلح غیر مسئول بوده جمع‌آوری شده. وزارت داخله میگوید که در حال حاضر بیش از 300 مرکز رایدهی با تهدیدهای امنیتی مواجه است و تلاش ها برای باز بودن این مراکز در روز رایدهی ادامه دارد.
کمیسیون حقوق بشر برنامه راهبردی 4 ساله خود را به فعالان مدنی و ارگان‌های دولتی ارائه کرد. دادن حق اولویت به زنان، خودداری و ارگان‌های امنیتی از شکنجه افراد مظنون و شناسایی چالش‌های فراراه کمیسیون حقوق بشر از بخش‌های اصلی برنامه راهبردی 4 سال آینده این کمیسیون گفته شده است. رئیس کمیسیون حقوق بشر که در حضور شماری از فعالان مدنی در کابل صحبت می‌کرد، از آنان خواست که برای ساختن یک برنامه راهبردی مناسب با این کمیسیون همکاری کنند. اینجا کمیسیون مستقل حقوق بشر یک کارگاه مشورتی را برگزار کرده است. در این کارگاه که نمایندگان نهادهای مدافع حقوق بشر، ارگانهای دولتی و شماری از فعالان مدنی حضور دارند، کمیسیون حقوق بشر افغانستان برنامه راهبردی 4 سال آینده اش را به معرفی می‌گیرد. رئیس کمیسیون حقوق بشر می‌گوید که دادن حق اولویت به زنان، خودداری ارگانهای امنیتی از شکنجه افراد متهم و شناسایی چالش‌ها فراراه کمیسیون حقوق بشر از بخش‌های اصلی برنامه راهبردی 4 سال آینده این کمیسیون است. تلاش این است که ولو افرادی که متهم است، افرادی که مجرم است توسط از اینا گرفتار میشه، حق شکنجه کردن نداره. نباید او افراد شکنجه شوه به خاطر از اینکه شکنجه یک عمل غیر انسانی است و از جمله جرایم ضد بشری محسوب میشه. بنابراین او آدم اگر قاتل است، اگر انتحاری است، اگر دز است، اگر کیسه‌بر خشره که... به گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر، برنامه راهبردی 4 سال آینده این کمیسیون فارغ از مشکل نخواهد بود. او از همه اشتراک کنندگان این کارگاه می‌خواهد که در تدوین یک برنامه راهبردی جامع با کمیسیون حقوق بشر همکاری کنند. فعالانه سهم بگیرند و بگویند که چی کارهای را کمیسیون کرده و چی کارهای را باید بکنه و اولویت به کدام کارها داده شود. این کار را به دلیل میکنیم که مناطق افغانستان هم فرق میکنه. ما پلان را که بر کابل بسنجیم، ممکن است که این پلان در پکتیکا قابل تطبیق نباشه. پلان را که در کابل بسازیم شاید در قندهار به عین شکل ممکن نباشه، چون به دلایل امنیتی و مشکلاتی که وجود داره، یا مثلا عین پلان در روزگان قابل تطبیق نباشه. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور برنامه راهبردی 4 سال آینده را با ارگان‌های دولتی و شماری از فعالان مدنی شریک می‌کند که تا پایان سال روان خورشیدی زمان تطبیق برنامه راهبردی کنونی این کمیسیون ختم می‌شود. مسئولان دادستانی هرات از پیگیری جدی خلاف‌ورزی‌های اینترنتی در این ولایت خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که در این اواخر در فضای مجازی اینترنت عده‌ای با نام‌های جعلی با آدرس اشخاص و افراد سرشناس مطالب خلاف قانون را می‌نویسند. به گفته آنان، ریاست امنیت هرات برای شناسایی افراد متخلف اقدام کرده است و با آسانی می‌تواند این متخلفان را شناسایی و بازداشت کنند. رئیس دادستانی هرات میگوید که در این اواخر شمار زیادی از شکایت ها مبنی بر اتهام زنی از سوی برخی از نامه های جعلی در شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک به شخصیت های ولایت هرات به دادستانی رسیده است. به گفته وی، دادستانی هرات پس از این به طور جدی با عاملان این گونه کارها برخورد خواهد کرد. رئیس دادستانی هرات میگوید که ریاست امنیت هرات برای شناسایی و بازداشت عاملان خلاف ورزی های اینترنتی تلاش هایی را آغاز کرده است. به گفته وی، ریاست امنیت هرات میتواند با آسانی کسانی که خلاف ورزی میکنند را شناسایی و به چنگال قانون بسپارد. از فضای باز اینترنت به شکل نادرستش استفاده میشه و شکایات و درخواستی های زیاد مبنی بری بر ریاست سارنوالی مواصلت نموده که کوشش شده که از آدرس های نامعلوم اتهامات را وارد بسازن برای یک تعداد اشخاص و کوشش شده که به نوی تنور شخصیتی شوند. دادستانی ولایت هرات میگوید که تاکنون شماری از کسانی که از طریق اینترنت دست به اتهام زنی های کاذب علیه شماری از افراد زدند، شناسایی و به حکم دادگاه زندانی شدند. با موادات ماده 441، 442، 443 و ماده 436 قانون جزا عاملین این قضایا مراجعه کنند و ببینند که جرم را که مرتکب میشن اونمو جرمشان در این قانون جرم پنداشته شده و چی مجازات داره و به یقینی را بدانند که انشالله به مجازات محاکم مواجه. این در حالی است که شماری از افراد به نام و نشان تقلبی از طریق فضای مجازی فیسبوک با آدرس شماری از نامزدان انتخابات شورای ولایت هرات مطالب خلاف نگاشتند.
و اولین کارگاه ملی مراکز آموزشی تخنیکی و مسلکی تحت عنوان مشارکت و مسئولیت های آمده قبال تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اشتراک نهادهای ملی و بین المللی در کابل برگزار شد. مسئولان وزارت معارف هدف از برگزاری این کارگاه را مشارکت و مسئولیت پذیری متقابل بین نهادهای حکومتی و خصوصی جهت بهبود تعلیمات تخنیکی و مسلکی می خوانند. نهادهای آموزشی تخنیکی و مسلکی در 12 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی داشته است. این نهادها در سال جاری بیشتر از 30,000 تن را فارغ داده است. برای بهبود وضع آموزش‌های تخنیکی و مسلکی، کارگاه ملی تحت عنوان مشارکت و مسئولیت‌های آمده در قبال تعلیمات تخنیکی و مسلکی با اشتراک نهادهای ملی و بین‌المللی در کابل برگزار شد. مسئولان وزارت معارف هدف از برگزاری این کارگاه را مشارکت و مسئولیت پذیری متقابل بین نهادهای حکومتی و خصوصی جهت بهبود تعلیمات تخنیکی و مسلکی می خوانند. از دولت است و از قوانین ماست. این همکاری را برای غیر مرکزی ساختن و صلاحیت بیشتر دادن تا ما رقابت کرده بتانیم. اگر ما به شکل فعلی که از 100 سال به این طرفی پرکتیس کردیم و میگن که دیگه هم تجربه کو، ما تا زمانی که مستقل نشیم، تا زمانی که کل صلاحیت های اکادمیک و اداری و مالی را ما نداشته باشیم، ما نمیتونیم برسه رقابت برای مزبور. در همین حال سفیر آلمان در کابل میگوید که کشورش به کمک های خود بعد از سال 2014 برای بهبود و توسعه تعلیمات تخنیکی و مسلکی ادامه میدهد. کشور آلمان در 3 سال گذشته بیش از 50 میلیون دلار در عرصه رشد و توسعه نهادهای آموزشی تخنیکی و مسلکی کمک کرده است. آلمان با کمک های خود بعد از سال 2014 نیز ادامه خواهد داد. گفته نیز در سراسر کشور 300 نهاد آموزشی تخنیکی و مسلکی دولتی و 50 نهاد تخنیکی و مسلکی خصوصی فعالیت دارد که سالانه از این نهادهای آموزشی بیشتر از 30,000 تن فارغ می شود. مقام های فلسطینی میگویند تا زمانی که شهرک سازی های رژیم اسرائیل در اراضی اشغالی متوقف نشود، ادامه گفتگوهای صلح با این رژیم محال خواهد بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین میگوید تنها راهی که فلسطین طبق آن با ادامه مذاکرات موافقت میکند این است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اسرائیل توقف فعالیت های شهرک سازی را اعلام کند. مذاکره کنندگان فلسطینی و اسرائیلی دور جدید مذاکرات خود را در جولای 2013 آغاز کردند. از زمان آغاز مذاکرات مستقیم، فلسطینیان به جمله شهرک‌سازی‌های غیرقانونی رژیم اسرائیل در کرانه باختری و شرق بیت المقدس اعتراض کردند. سفیران 28 کشور عضو ناتو امروز برای دومین بار در هفته جاری با برگزاری نشست فوق‌العاده در بروکسل بررسی اوضاع اوکراین و حضور نظامی روسیه در شبه جزیره کریمه را آغاز کردند. در همین حال رابطه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در بیانیه اعلام کرد که تحولات در اوکراین برای کشورهای عضو ناتو که در همسایگی این کشور قرار دارند یک تهدید قلمداد می شود. در این بیانیه همچنان آمده است که ناآرامی‌ها در این کشور تأثیر مستقیم و جدی بر امنیت و ثبات منطقه اروپا خواهد داشت. دومین نشست اضطراری سفرهای ناتو در حال برگزار می شود که وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شب گذشته در نشست ویژه خود در مورد بحران اوکراین در بروکسل با محکوم کردن اقدامهای روسیه در شبه جزیره کریمه دو روز به مسکو مهلت دادند تا نیروهای مسلح خود را با پایگاه‌های نظامیش از این منطقه بازگرداند. چند فرد مسلح امروز به ساختمان شورای شهر سامرا در عراق حمله کردند که پس از ورود آنان به این ساختمان درگیری سنگین بین آنها و محافظان ساختمان رخ داد. شبکه‌های تلویزیونی عربی این رویداد را پوشش ویژه داد. شبکه الجزیره اعلام کرد که افراد مسلح به ساختمان شورای شهر واقع در مرکز سامرا در ولایت صلاح الدین واقع در شمال بغداد حمله کردند. شبکه المیادین هم اعلام کرد هر 4 فرد مسلح که عناصر انتحاری بودند خود را در داخل ساختمان شورای شهر منفجر کردند. سپس یک موتور بمب گذاری شده در محل منفجر شده برخی گزارش ها حاکی است که بیش از 30 تن در داخل ساختمان شورای شهر سامرا محبوس شده است.
و دولت چین از جامعه جهانی می خواهد که از مبارزه با تروریسم حمایت کند و از آن درک بیشتری داشته باشد. درخواست دولت چین از جامعه جهانی پس از آن صورت می گیرد که مردان مسلح با چاقو صورتهای خود را پوشانده بودند، 29 تن را در یک ایستگاه قطار کشتند و 130 تن دیگر را مجروح کردند. این حمله در شهر کانمینگ در جنوب غرب چین رخ داد. پکن مسئول حمله با مسافران ایستگاه قطار را شبه نظامیان منطقه سنکیانگ معرفی کرده است که بیشتر مردم آنجا اقلیت مسلمان اویغور هستند. تیم ملی فوتبال ایران آخرین دیدار خود در مرحله مقدماتی مسابقه های فوتبال جام ملت‌های 2015 آسیا در استرالیا را با برتری 3-2 مقابل کویت به پایان رساند. این دیدار در حال آغاز شد که هر دو تیم با کسب نتایج مطلوب صعود خود را به جام ملت‌های آسیا قطعی کرده بودند. با این حال تیم ایران از 6 دیدار مرحله مقدماتی خود با کسب 16 امتیاز صدرنشین گروه دوم مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا شد و کویت نیز با 9 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد. لبنان و تایلند در جایگاه سوم و چهارم هستند. این بود خبرها تا این ساعت. از نور سپاس از توجه و همراهیتان. خدا نگهدار.